سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز خدا رو شک سلام جونم براتون تو میگه که ما یواش یواش داریم جا میفتیم توی این فضایی که ما دادن الان یه سری وسیله خریدیم هنوز نزدیم به در دیوار داره همه چی یواش یواش میاد دیگه اگر که یعنی تاثیر پشت سر ما خیلی خالیه و منظره قبلا بهتر بود زیاد شنیدیم ولی داریم کار میکنیم اصلا نگران نباشید اه... چه خبر؟ سلامتی شما چه خبر و... آره دلنجی. عجیب آره یک شب شب شما چه خبر شما خوبی خیلی خوب ضبط رو هیچ آره وقت ما نباید یک شب بندازیم چرا چون گفته بودیم قبلا دیگه اون حس عجیبی که جمعه شب ایران آره. داشت اینجا ما آوردیم رو یک شنبه بدتر آره آره چون اینجا حس قربت هم بهش اضافه میشه و حس قربت آره دیگه دوشنبه اول هفته غریبه کی بودی دوشنبه اول هفته و... خیلی خوب جونم براتون بگی که آها اینو بگم که تیشرت هایی که ما فرسته دادیم الان همشون رسیده ایران و از فکر کنم فر پس فرده دیگه میرن به سمت همه از باشون. ایران بودن چون... یه نفر فرانسه داشتیم که پست میکنیم اونا؟ فردا الان تحتیل دیگه باشه. فردا من پست میکنم ولی شرت ها رسیدن ایران دیگه یواش یواش حالا کسایی بودن که از آستارا بودن از رشت بودن از اصفهان بودن جای مختلف و تهران هم داشتیم یه ذره طول میکشه برسه آرتی دیگه کردیم آره. جونم براتون بگه که آره. هی این اصطلاح به کار ببر بریم سر اپیزود خودم بریم سر اپیزود قبل از اینکه اپیزود شروع کنیم یه سری بدیهیات بگم براتون <applause> میبینی این آدم هایی که اصیل نیستن و <applause> چیه قضیهش ما نه طب... اینایی که صاحب سبک نیستن دوست دارن از سبک وقیه تقلید کنن الان بهتون میگم ما یه عدد... خب من و کارون خیلی وقت دوستیم و اینا و مثلا میگفتیم که یه دونه اپیزود بریم که ادای همدیگر در بیاریم <applause> کارون نده من رو کامل بیاره. من در بیاره من کارون در بیارم حرف قلم به سلومه بزنم ولی خب از اذیتش میکنم دیگه اون لبخند رو باید بزنم براتون بگه که از لبای کارون کشید همینطوری برای اون لبخند نمیزنه حالا خورد نه. خورد ادامه در میگه بدهیات بگم بگم خیلی خوب. ببین این بدیهیه که ما همیشه بهترین برای خودمون خانوادهمون دوستامون همسر فرزندان فامیل میخوایم و این هم طبیعی نیست که بخوایم بعضی آدم تو زندگی تو بدبختی زندگی بکنن یا آدم های موفقی نباشن و این اصلا انسانی هم نیست که ما روزی بدبختی برای کسی داشته باشیم بله این که بدیهیه پس ما انسان ها که هستیم به صورت طبیعی اگه همه چیز عادی باشه این اگه همه چیز عادی شدهش خیلی مهمه همیشه دوست داریم همه پیشرفت بکنن همه سالم باشن همه موفق باشن پس چرا بعضی موقع هست که ما اون احساس سودت عجیب رو میکنیم یه احساسیه که شاید مثلا نخواهیم یه نفر دیگه موفق باشه یا مثلا از موفقیت یه نفر دیگه خیلی ناراحت میشیم کم بود ما کم بود هست حالا بهش میرسم ما قبلا اپیزود مثلا 27 بود اگه از اول حساب کنیم هفته نهم نه اپیزود 3 3 تا 27 هم. هفته نه و... آره بیست و 27 اول کارون در مورد حسادت رفت من رفتا. فرهاد رفت فرهاد رفت فرها فرهاد در مورد حسادت رفت دو سال پیش آره و اینکه در این مورد صحبت کرد یه سری چیزها رو گفت حالا من میخوام از یه نگاه دیگه بهش در از یه منظر دیگه بهش نگاه بکنم هفته پیش گفتیم که حرف آخر اول بزنیم بیا یه،, یه روز راجع اصالت صحبت کنی درسته که چرا و... باید زیاد تقلید میکنن دفتن. توی سوالو توی پیشنهادها بود که حرف آخر اول بزنید تقلید میکنید پس شاید براتون عجیب نباشه که بدون حسادت ریشه داره توی دی ای ما به قول کارون و اصلا نمیتونیم از بین ببریمش این واقعا هست جنش پیدا شد آره هست توی دی ای ما و نمیتونیم از بین ببریمش از اونجایی میاد که مثلا وقتی که ان هزار سال پیش آدما به خاطر اینکه باید با هم می بودن برای اینکه زنده بمونن باید با هم می بودن و همیشه قوی ترینه میرفته برای اون قبیله که بوده یا اون گروه آدمایی که بودن شکار می کرده و این هم طبیعیه که اون شخص بهترین همسرها رو می گرفته بهترین غذا ها رو می خورده. لذات تمام آره... و... لذات دنیا رو... آره، لذت های بیشتری می برده نسبت به بقیه و از اون موقع این حسادت به وجود یعنی وجود داشته و اینم پس داده میشه به ژنهای بعدی و این حسادت خیلی چیز طبیعیه نمیتونید کنترلش بکنید وجود داره یا یعنی آدما به اونی که خوب بوده تو قبیله حسادت میکردن آره، به خاطر طرز زندگی که داشته به خاطر اینکه بهترین همسرا رو انتخاب میکرده بیشتر غذا میخورده بهتر غذا میخورده و احتمالا دلیل تکاملیش اینه که اگه این حالت نبوده هیچکی تلاش نمیکرده که مثلا به اونجا برسه این باعث شده که مثلا اون نسل ارتقا پیدا کنه یعنی یه انگیزه ای براشون باشه آره. که چیز انگیزشی داره باشه آره. حالا آره. داشته براشون آفرین و اگر که حسادت میکنید بدونید که انسانید و خیلی ساده است اصلا فعلا نگران نباشید شل کنید بریم جلو اگر نمیکنید گفتن زشت آره بازم تو مواظب باش حالا آره میگم اصلا دست ما رو بسته این الفاظ دو تا تحقیق توی دانشگاه کالیفرنیا خب یونیورسیتی کالیفرنیا انجام دادن که شاهشون شاعت... سان بعد اه... کار خیلی باحالی کردن اومدن 900 نفر رو بین سن 18 تا 80 انتخاب کردن خب ازشون پرسیدن که یه سری سوال ازشون پرسیدن ولی میخواستن ببینن که آخرین باری که اینا حسادت کردن کی بوده و به چه دلیلی بوده بله یه گروه دومی هم بودن 800 نفر تو همون کتگوری سنی ازشون پرسیدن آخرین باری که بهتون حسادت شده کی بوده خب یعنی دو تا گروه هن، یه گروه 900 نفره همه بین 18 تا 80 ازشون پرسیدن آخرین باری که حساد... حسادت کردین کی بوده و یه گروه دیگه هم هستن 800 نفر ازش پرسیدن آخرین باری که بهتون حسادت شده کی بوده جالبه این تحقیق اینجا بوده که اومدن اینا در واقع افکت سن رو روی احساس حسادت بررسی کردن قبلا تحقیقای خیلی زیادی بوده که ام، که فرهاد هم در موردش گفت که حسادت رو سنجیدن که آیا وجود داره توی حیوانات وجود داره توی انسان ها چقدر وجود داره میشه سنجیدش از کجا میاد ولی اینا اومدن ببینن که با سن حسادت بالا پایین میشه یا نه و ببینن که این فاکتور سن چه تاثیری داره پنج تا مورد خیلی باحال داره که من دونه دونه میگم اولیش این بوده که حسادت یه سه خیلی طبیعی بوده که تقریبا 80 درصد خانم ها و 75 درصد آقایون گفته بودن که سال گذشته به نفر حسادت کردن یعنی تو 900 نفر مثلا 75 درصد گفتن آره 80 درصد خانوما و 75 درصد آقایون که مال خانوما یه ذره بالاتر بوده خب که حالا به این اشاره کرده بود به نظر حالا احتمالا یه سیگنیفیکنسی داشته اهمیتی داشته یه آره. اهمیتی داشته دومیش این بوده که حسادت با بالا رفتن سن کمتر میشه تمرکز آره 80 درصد افراد زیر سی سال گفته بودن که ما توی سال گذشته به که حسادت کردیم ولی برای افراد بالای 50 سال اون عدد به 69 رسیده 11 درصد کم شده آره درسد. یعنی هرچی که سن میره بالاتر به مراتب اون <applause> حسادتم احساسش حسادت میاد پایینتر دلیل که برای اینا نگفتن تو, تو قابل درکه دیگه <applause> چون به کاتگوریه که برسم زیر سیم خیلی بی اونایی که سنشون بیشتره میفهمید جایی خبر نیست بعد بنتر اناره که نوع حسادت در سنهای مختلف ها فرق میکنه مثلا افراد زیر سی سال بیشتر به ظاهر و روابط احساسی عاطفی و جنسی و اینا حسادت داشتن افراد بالای 50 سال فقط پونزه در سرشون به این چیزا اهمیت میدادن یعنی سنه که رفته بالا کلا اصلا از اون کتگوری اومده بیرون طرف یعنی حسادت میکرده ولی اصلا دیگه به اون چیز مختلف نه به اون از اون 69 درصد فقط 15 درصدش آره دنیاوی بوده بقیه چی بوده؟ اخربی حالا میگم آره تشنه نگه دارم آره خب بگو دیگه آره بعد چارمیش که برای خودم خیلی بال بود تو ستاره زدم دورش اینی که حسادت به مال و اموال آدم های مختلف و حسادت به پول تو تمام ردای سنی این هم بوده هیچ فرقی نمی کرده. بنده پولیم آدما حالا مهم نبوده که سنشون چقدر جوون پیر مثلا 80 سالشه یا 18 سالشه توی تمام این کاتگوری‌های سنی که بررسی کردن دیدن که اسادت به پول به صورت یکسان بین همه این کاتگوری‌های سنی پخش شده و همه به پولی اسادتی میکنن و توی سال گذشته این حسادت این رو داشتن اما این بیشتر تو گروه اول دیده شده گروه اول کدوم گروه بود اون گروهی که 900 ازش نفاره. پرسیده بودن که شما حسادت کردین یا نه یعنی به مراتب گفته بودن که آره ما به پول یک نفر حسادت کردیم ولی وقتی از اون ور پرسیده بودن که آیا کسی به پول شما حسادت کرده یا نه اینا گفته بودن که تعدادشون خیلی کمتر بوده البته <applause> منطقی خب تو احتمالا آره. تو قطعا بیشتر میدونی خودت به کی حسادت کردی تا کی به تو حسادت کرده آره. نه ولی می نظر پرسیده دیگه گفته بوده به نظر شما کسی به شرایط مالی شما حسادت کرده توی سال گذشته کجا میدونه اگه طرف بر نخورده باشه به این قضیه خب ببین اه... نه منظرم که منطقیه که از تو بپرسن آره. تو کسی حسادت کرده تو خب میدونی همه چیزو آره. چون راجع خودته راجع خودت نباشه که دقیقه همینم هم گفته بود گفته بودش که این میتونه یه خطای داده باشه که ما دقیقا نمیتونیم بررسی بکنیم افکتشو ولی زیاد میبینیم که آدم ها فکر نمیکنن که داره به خودشون هم حسودی میشه یعنی اگر که مثلا من اینکه اینجا نشستم مثلا به پول یه نفر حسودی میکنم شاید به پول منم یکی دیگه داره حسودی میکنه یعنی این یه چیز برابریه آره این خب منطقیه بعد پنجمیش این بوده که حسادت بین همجنس ها خیلی بیشتر بوده یعنی مردها بیشتر به مردها حسادت میکردن و زنها به زنها بیشتر حسادت میکردن حتی چون... مثلا توی شغلایی که مثلا می گفتش که یه سری شغلها هستن که الان مردها توشون درآمد بیشتری دارن زنهایی که حسادت میکردن توی اون شغل به اون مردی که خیلی مثلا پول داره حسادت نمیکردن توی همون به اگه خانومی شغلی... که شرایط مشابه تاشت آره حسادت میکرد. آره به خانومه بیشتر حسادت میکردن تا به،, به در واقع جنس مخالفش اساس فهم. قیاس رو میخوان یکسان نگه دارن خب تو به جنس خودت حسادت میکنی دیگه نمیدونم چرا ولی جالب بود که میگفتش که اینو ما توی تمام رده های سنی دیدیم که مردها بیشتر به مردها حسادت میکنن و زنها و خانوم ها به خانوم ها حسادت میکنن یعنی اینطوری نیست که مثلا من به خانومی حسادت بکنم توی حالا کتگوری حالا بازم میگم چرا این آمار ارقامو دادیم که تاکید کنیم که آقا استادت یه کاملا عادی و طبیعیه و خودمونم ما هم که اینجا نشستیم حسادت میکنیم و نباید خودمون رو زیاد سرزنش بکنیم چیزی هست وجود داره و باید یه جوری بتونیم کنترلش بکنیم این چیزی که مهمه من یه سوال پرسیدم تو اینستاگرام که آخرین باری که حسادت کردیم به چی حسادت کردین یا رو به کی حسادت کردین که سری جوابای باحال اومد من مثلا چند تاشو میخونم دقیق نمیگم ولی خب کاتگوری که مثلا نوشته بودن به حقوق بعضیا حقوق مالیشون حسادت کرده بودن به تعطیلات خارجی بعضیا حسادت کرده بودن نداشتن وقت برای تفریح بوده به نداشتن وقت برای تفریح آره. حسادت مثلا هست... بقیه مثلا وقت دارن که برن تفریح بکنن من چون وقت ندارم به اونا حسادت میکنم به داشتن وقت به داشتن... آره اه... به صورت و تیپ یک دختر دیگه یا یک پسر دیگه ظاهری جسمی بوده این که اینم هم خونی داره با تفریح که تو گفتی آره. هم پول بود هم اه... ظاهر به ازدواج یکی از دوستاشون حسادت کرده بودن که مثلا طرف ازدواج کرده حسادت کرده آره قبولی توی دانشگاه دانشگاه بهتر بعد از کنکور الان بعد از کنکور این جواب تازه اومده خیلی چیزای مختلف کنکوری داشتیم جواب کنکوری داشتیم یا مثلا به استوری های سفر خارجی دوستان اینو گفت آره نه اون تعطیلات خارجی بود که مثلا میرفتن آره اتن... <applause> این استوری گذاشتن ها توی اینستاگرامه که من میخوام باش یه برخورد جدی بکنم تو اون تحصیلی ها رتبه کنکورم بود آره رتبه کنکور آره. میگم کنکور خیلی زیاد بود دانشگاه قبول شدن رتبه اینا همش با آره. هم دیگه رد اصلا کلا هر جایی که یه معیار و مقیاس مشخص برای سنجش مثلا یه چیزی یه فاکتوری مثلا موفقیت باشه حسادت ممکنه به وجود بیاد یعنی مثلا شما رتبه کنکور راحت من مثلا منو با فرزاد مقایسه کنی نه ازدواج راحت مثلا میزان حقوق و آره خوشبختی نمیتونی اندازه بگیری آره. یا مثلا رابطه خوب با همسر داشتن بجز حالا چیزایی که نمایش داده میشه توی اینستاگرام و ما این رستوران رفتیم و این هتل رفتیم برای سالگرد و اینا بجز اونا اصلا اون اون دقیق عمیقه رو نمیشه مقایسه کرد که چقدر مثلا اینا واقعا کانکشن ارتباط عمیقی با هم دیگه دارن چقدر بله. همو میفهمن برای همین رو اینا رو کسی حسادت نمیکنه ولی مثلا اگه یکی مثلا برای اون یکی کادو گرون خریده باشه چون قابل سنجش راحت قابل سنجشه آره. اصلاً تو یه چیز میخواستی بگی فرزا نه من گفتی اندازه گیری حالا چون من و ایمان میدویم اینا مثلا آره ما نمیدویم ما سینه خیز میریم آره نه با... مثلا بیش... میدویم برا برا سلام بعد تو این اپل باچ مثلا میزنه دیگه اگه ایمان به دو یه روزی آه. که حالا با هم نمیدویم یا رفیقمون سینا اه... میدوه سینا سلام سینا سلام بعد رو برا من میاد دیگه میزنه آره با هم حالا نه اینکه حسادت ولی اینطوری میگیم اندازه گیری مثلا میزنه که آقا پنج کیلومتر دویده ایم چرا من نداری بعد اونجا همین دیگه مرز باری که بین انگیزه ایجاد کردن و حسادت کردن رو اون اپاد خیلی مشخص نمی کفر و ایمان چه هم نزدیک هست این همینه ای کفر و ایمان چه ایمان ببین حالا ما با این چیکار کنیم اگه ولش کنیم که میتونه زندگیمونو تحت تاثیر قرار بده اصلا میتونه زندگی اونو دیگه. مختل بکنه یه جورایی باید بتونیم همونطور که گفتم یه جوری کنترلش بکنیم حالا چند تا چیز مختلف هست که چند تا کتگوری مختلف هست که باعث میشه این حسه تشدید بشه یه ذره برای همین حالا من دوستم یه سری به اینا بزنیم اولیش اینه که بدونید این چیزهایی که روی اینستاگرام و این اپلیکیشن های مختلف و فیسبوک و بینید. همش شرووره، بره یعنی حیف که الفاظ که ما نمیتونیم استفاده بکنیم <applause> که اگر میشد من چیز دیگه میگفتم همش <applause> شالا و تقریبا همش شر بره یعنی این مثلا زندگی های خوبی که میبینید این مثلا ریچ کیدزایی که میبینید تمام پست و استوری هایی که میبینید و اینا همش فقط یک جنبه از زندگی یک شخصه یا همش استیج شده است یا اگر هم که نباشه یه جنبه از زندگی شخصه که طرف به قول معروف گذاشتتش حالا برای دیده همگان و کارون هم یه دفعه توی یکی از این اپیزود یه حرف زد گفتش که معمولا ساکسس استوریا و استوریایی که موفق میشن آدم های موفق بیشتر در موردش صحبت میشه تا کسایی که یه فیلیری داشتن یا یه کاری کردن که با شکست روبرو شده برای همین این استوری هم که روی اینستاگرام و روی فیسبوک و جای مختلف میبینین همش اینا ساکسس استوری یه جورایی که من امروز خ... مثلا خندانم توی مثلا یه رو گذشته و مثلا این کاری کردم ولی نمیدونیم که بعدا طرف مثلا چون نیم ساعت بعد شب با هزار تا بدبختی دیگه داره سر کله میزنه ولی هیچ کاری نمیکنه. ولی اینا طراحی شدن برای این کار یعنی شما نمیای اون جنبایی بعد زندگی تو مثلا یه رو سر کار اوزاد خرابه یا حال روانیت خوب نیست و نمیای بذاری اونجا یه بزرگی میگفت اصلا خوب نیست شما بیای ظاهر زندگی بقیه رو با باطن زندگی خودت مقایسه کنی طرف که استوری میذاره مثلا فرزاد استوری میذاره داره کباب میخوره خب ما اینو ببینیم خب من فقط اون استوری رو از فرزاد میبینم میگم اینا مثلا همیشه رو کبابن هم. مثلا کباب داره. ندارم بخورم ندارم که مثلا الان شرایطش نیست یا این میره مسافرت من نمیره. اینا همش ظاهر زندگی بقیه است بعد تو میای اون ظاهر رو به صورت با باطن زندگی خودت چون از باطن زندگی بقیه که ما اطلاعی نداریم باطن زندگی خودت مثلا من سر کار این مشکل رو داشتم این فشار به هم اومده مثلا با پارتنرم این جر و بحث رو داشتم اون نمیاد اونها رو بذاره که تو ناخودآگاه میگی بیا اینا همش تو خوشی و لذت ما غرق در اصلا... این اپلیکیشن هایی نظر جمعه در زلت بگو گناه بگو ام این اصلا اپلیکیشن ها ساخته شده یه سری عکس و فیلم غیر واقعی رو به خورده ما یعنی اگر که واقعی بود که اصلا اینا پیشرفت نمی کردن و اینقدر فراگیر نمی شد مثل هزار تا چیز دیگه که واقعی به فراگیر نمیشه. و اینو باید باور کنیم که تمام کسایی که زندگی خوبی روی اینستاگرام دارن به اندازه همه و دیگه میتونن بدبختی داشته باشن میتونن روزهای سخت داشته باشن ساعت های سخت داشته باشن مشکل داشته باشن تو رابطه هاشون بعد هر چقدر هم حالا پول داشته باشن به مراتب دیدیم که اونا هم به اندازه خودشون مشکلات مالی دارن مشکلات فکری ذهنی یا سلامتی دارن که شاید اصلا نمایش داده نمیشه خیلی چیزاش و بعد از اینکه شاید یه اتفاق خیلی تلخی میفته بعضی متوجه میشن که این شخصی که اینقدر خندان و شاداب مثلا شاداب بود روی اینستاگرام این مشکل هم داشت و اینو باید یاد باشه که تمام آدمایی که دارن زندگی میکنن آدمای نرمالی هستن و عقل حکم میکنه که اینا مشکل داشته باشن دیگه حالا اینو گفتی اون اکثر دیدی که میگن دپرشن دپرس بودن چه شکلیه نه حق... شاید دیده باشه. دیدم مثلا دیدید مثلا همیشه تو ذهن ما اینه که آدم دپرس یکی که یه یک گوشه است همیشه داره آه. گریه داده. میکنه نمیدونم همیشه حالش بده مثلا غذا نمیخوره یه جا کس کرده اینا درصدی حالا عکس آدمای استرادمی که دپرشن هم. مثلا شدید داشتن اینا رو حالا یا خودشون به اشتراک میذارن یا یه سری جاها یه سری مراکز جمع کردن نشون میدن همه اتفاقا خیلی قیافه های نرمال همه دارن میخندن خیلی ظاهر در واقع آراسته و ظاهر خیلی نرمالیه ولی باطن اونجوری نیست این حالا در راسته حرفای ایمانه که میگه ما اون چیزی که میبینیم خب همه قضیه نیست واقعیت اون یه کامیدی هم یه بازیگر خیلی معروف رابین ویلیامز بود فکر کنم آره رابین بود رابی ویلیامز بود اون خودکشی کرد و یه کامیدیان خیلی خفن بود و مثلا کلی پول داشت و کلی حالا همه فکر کردن فیلم هایی که بازی میکنه مثلا مثل جومانجی خیلی فیلم های فان و مثلا باحالیه دیگه و فکر میکنی که اینا خب هیچ مشکلی ندارن از بیرون که نگاه میکنی ولی بعدش میبینی که به خاطر دپرشن زیاد خودکشی کرد یعنی هیچ وقت اون ظاهره رو مقایسه در واقع مقایسه نکنیم با هم ظاهر نشون نمیده باطن چه خبره من امروز خیلی بابدن. اصلا خیلی رندوم دیدی مثلا داری بیتی فکر میکنی اتفاق میفته برات من لینکدین رو باز کردم صبح و دیر اولین پستی که اومده بود یه خانم ایرانی بود متاسفانه اسمش شد ننوشتم نوشته بودش که من امروز از کارم برکنار شدم یعنی منو لیاف کردن دیگه کار ندارم و اینو نمیذارم برای اینکه ب... مثلا برای من احساس بد بکنید یا مثلا بیان به من کار بدین الان و اینا اینو میذارم که بدونید همیشه اون ساکسس استوری وجود نداره همیشه اینطوری این نیست که من همش دارم پیشرفت میکنم امروز روز بعدیه و من از کارم برکنار شدم و میخواستم اینو هم به اشتراک بذارم که بدونید همچین روزایی هم وجود داره که مثلا سی و هفت هزار نفرم لایکش کرده بودم برای خیلی جالب بود که یه همچین چیزی آدم مثلا میاد میذاره همیشه چون که لینکتین جایی که تو میخوای تمام موفقیتات تو مثلا بیای اونجا یه آره به اکس نمایش بذاری خوب بذاری و یه سری تایتل قلم به آره مثلا من روی این پروژه کار کردم اینجا موفق بودم چون این کارا رو کردم ولی بعدش میبینی که مثلا بعضی هم هستن که واقعی با این موضوع برخورد میکنن و بقیه هم یعنی بعضی موقع هم که واقعی با این برخورد میکنی آدما خوششون میاد اه. یعنی اه. خارجی ها میگن آره یه فنسی منو قلقلکی میده مثلا آدم ارزششون میفهمه به قول کارو دومیش میشین که شاید اینو صد بار به بالا گفته باشیم توی 173 تا اپیزودی که ما الان داریم شاید هر هفته ما به این اشاره میکنیم که تبلیغات و مارکتینگی که روی زندگی های مختلف اصلا تبلیغات و مارکتینگ اومده که به شما ایزی بفروشه و این شرکت های بزرگ انقدر تحقیقات روی رفتارهای انسان و خود انسان رو انجام دادن که کاملا به این حسه سادته آشکارا قشنگ میدونن که آدما رو چجوری میشه تحت تاثیر قرار داد چجوری مجبور میتونی بکنی که یکی یه دیزی بخره چجوری میتونی یه نفر رو از راه به درش کنی که یه سری خال بهش بفروشی به قول معروف و خیلی قدرت بالایی هم دارن و خیلی هم راحت میتونن به من و شما الان دسترسی پیدا بکنن به خاطر اصر دیجیتالی که وجود داره برای همین مثلا میان من روزی صد تا از این عکس ها میبینم که یه خونه خیلی بزرگیه که من هیچ وقت نمیتونم بخرم با یه ماشین خیلی مثلا خفنه که من هیچ وقت نمیتونم سوار بشم یه از کنارش آیا شما این خونه رو نمیخوای لباس هایی هست که من هیچ وقت نمیتونم بپوشم و هزار تا چیز فاکتور دیگه که من مطمئنا نمیتونم داشته باشم میاد یه جوری این رو به تو میخورونه که تو فکر میکنی که برای اینکه ارزشمند باشی و برای اینکه آدم مهمی باشی و آدم قابلی باشی که کارون از اون کلمه قابل خیلی خوشش میاد باید اینا رو داشته باشی و خب میبینی که نمیتونی شاید مثلا الان این داره داشته باشی و این یواش یواش تو رو دپرس میکنه و تو شروع میکنی به حسادت کردن به اون کسایی که این چیزها رو دارن اینا چیه اینا بازی های چیه تبلیغاتیه که انجام میشه برای اینکه مثلا یه کامپیوتر مثلا به تو بفروشن یا مثلا یه ساعت به تو بفروشه یا به تو بقبولونه که تو یه سری نظام سرمایه داری میخوای آره به اون برسی <تصفح> آ فکر کردم آه... مصرف میکنه آره. ترویج میکنه که 11 اصلا که <تصفح> <تصفح> برید بیفتید دنبال کالاهای جدید آره. کار کنید که کالا بخرید دورتون رو پر کنید با کالا آره و این تبلیغات رو در یه زندگی رو معمولا میان تبلیغ میکنن که یک درصد آدم ها هم نمیتونن اون زندگی رو داشته باشن ولی یه جوری تبلیغش میکنه که اصلا نگاه تو اینو نداشته باشی اصلا هیچ چی نیستی اصلا قابل ارزش ارزش نداری به صورت انسانی بعد جونم براتون بگه که میریم این بر. سه اه... یه روشی که میتونی با این مقابله بکنی میتونی یه ذره آدم لمس بکنه که داره حسادت میکنه و چرا داره حسادت میکنه و چجوری میتونه درستش بکنه اینه که حالا شاید به روش های مختلف ما زیاد شنیدیم که اینی که این موفقیتی که من فکر میکنم موفقیته بیام تو ذهن خودم برای خودم ترسیمش بکنم ببینم که از دید من من انسان که اینجا نشستم که دید من با همه آدمایی که هستم متفاوته موفقیت یعنی چی و چه جوری من میتونم آدم موفقی باشم تو ذهن خودم و چی من رو خوشحال میکنه آیا داشتن پوله یا فقط یا داشتن یا با اون پوله مثلا ما میخوایم یه ماشین بخریم یا مثلا یه خونه بخریم و اون منو خوشحال میکنه یا مثلا خرید یه سری مثلا چه میدونم ساعت یا مثلا خرید کامپیوتره چی من رو خوشحال میکنه و من چی فکر میکنم که موفق میکنه من رو شاید یه رابط چرا همش مثال نه نه مادی می که میخوام لمس بکنی آدم رو یعنی مثلا یه زی باشه که مثلا من میگم عاطفی مثلا باشه من برم پارتنرم رو پیدا بکنم شاید مثلا یه رابطه خیلی خوبی با پارتنرم داشته باشم شاید چیزی نباشه که آدم بتونن لمسش بکنم چرا دیگه برمان... اونم فاکتوراش رو اگه تعیین کنن میتونن اونم لمس کنم لمس نمیتونی بکنی دیگه چرا دیگه مثلا تو بگی که یکی باشه که مثلا من بتونم باهاش ساعت صحبت کنم یا مثلا حال منو درک کنه بدون که نیازه که من باش صحبت کنم که نیازه که منو تنها بذارم میدونید اونا هم مادم. باز میتونید قابل ارزیابی و آره اونا رو می ترسی میشه ترسیمش کرد یعنی تو ذهنت باید بدونی که واقعا خوشحالی شما چیه حالا من دارم از یه نگاه خیلی در واقع کالایی بهش نگاه میکنم که یه چیزی هست که باید یه اکسچنجی انجام بشه تو یه پولی رو رد و بدل بکنی و بخری یه باشه ولی بله خب میتونه عاطفی هم باشه که اونم درسته که تا موقعی که اون تصویره رو تو ذهن خودت نداشته باشی همینطوری داریم فقط بوکس و میکنیم دیگه و فقط بیشتر هرس میخوریم چون نمیدونیم مثلا هزار تا چیز مختلف دور خودمون جمع میکنیم نمیدونیم کدومش خوشحالمون میکنه و فقط داریم هرس میخوریم که اون چیزهای دیگر رو نداریم دیگه تو زندگی. چیز این بگوید. چیزی که ایمان گفت میگن مثلا شما دارید برای خودتون فکر میکنید که چه آینده ای دوست دارید داشته باشید به کجا میخواین برسید میگن اون آینده ها رو باید خیلی دقیق و با جزئیات ترسیم کنید خب برای این همین من گفتم مثلا فاکتورهای مشخ... فاکتورهای جزئیش رو مشخص کنید حالا تو میگی مثلا چونم تو برای خود ترسیم میکنی که پس وردا توی فلانجا کار کنی کارت این کیفیت رو داشته باشه دور و وریات مثلا آدمای چه فهیمی باشن و مثلا خونه اینجوری داشته باشید مثلا چون هم پارتنر داشته باشی رابطتون با همین جوری باشه خلاصه میگن که آیندهتون رو باید با جزئیات برای خودتون ترسیم کنید که بیشتر بدونید دارید به کدوم سمت میرید این یه مطلبه ولی چیزی رو که شاید خیلی اشاره نکنن اینه که این آینده ای رو که از شما میخوان که برای خودتون ترسیم کنید ما یه خیلی وقت قافل از اینیم که خود اون آینده متأثر از یه عالمه تبلیغات متأثر از یه سری از عوامل بیرونی بوده که ناخداگاه روی ما تاثیر گذاشته و ما خودمون خیلی بهش آگاه نیستیم خب یعنی مثلا الان حالا تو آمریکا شمالی بری چیز کنی آیفون جدید میاد میاد خریدن آیفون جدید اصلا یه بیسیکه که تو آدم خوشبخت مثلا این کار رو میکنه نمیدونم خونه یه فلان مدل داشتن ماشین فلان مدل داشتن خیلی آگاه نیستن که اینا داره از بیرون احتمالا بهشون القا از بچگی بهشون یاد دادن که حالا همیشه میگیم میگه نظام سرمایه از شما میخواد که هم زیاد تولید کنید هم زیاد مصرف کنید و این آینده خیلی متاثر از اون قضیه است شاید خیلی از ماها اصلا نمیدونیم دنبال این بگردیم که من چه آینده ای میخوام داشته باشم نه آینده ای که بقیه برای من تعریف کنن نه اون ویژگی هایی که از طرف جامعه بیرونی برای من تعریف میشه که اینا مطلوبه رو من مطلوب خودم بدونم اه. اون چیزی که واقعا مد نظر منه چیه مثلا چونم یکی دوست داره بره که از حیوانات حمایت کنه یکی دلست. چنان طرفدار طبیعته میدونی یه سری چیز خاص یکی مثلا چنان میخواد نجاری بشه که مثلا توی طرح خاصی رو به وجود بیاره این مدل اون ویژگی های خاص رو شاید ما خیلی از ماها اصلا در جریانش نباشیم و خودمون رو اونقدر نشناسیم که حالا چه حرفه چه پیشه حرفه و پیشه حالا با کار فرق داره چه حرفه و پیشه‌ای رو ما دوست داریم دنبال کنیم و در واقع خودمون رو با اون حرفه و پیشه بشناسیم نه حالا یه سری مادیاتی که تبلیغ میشه که ما داشته باشیم خوبه خونه فلان و ماشین فلان این داستان ها ساعت و کمربند و چیز دیگه هم که هست بعد از اینکه این, که این تصویره رو تو زن خودمون به صورت خیلی در واقع با جزئیات آرزیا ترسیم کردیم بعد ببینیم که واقعا ما داریم براش تلاش میکنیم یا نه یا فقط مثلا نشستی میگیم که من فلان چیزو میخوام و ان که میرسه یا اینکه واقعا داریم مثلا شب و روز براش تلاش میکنیم داریم مثلا درسشو میخونیم اگر که مثلا ورزشی داریم مثلا تمریناشو انجام میدیم اگر که عاطفی داریم خودمون رو برای اون رابطه عاطفی آماده میکنیم کتاب میخونیم کارهای مختلف انجام میدیم که به اون موفقیت برسیم شعار چی شو... بگو؟ بگو بگو پاشو برنامه کارتو بچین یا به خواب خوابش حالا آره هم نمیشه بودی نه من اینجا <تصفح> که من <جانشم تصفح> که موفقیت آها ببینیم که برای موفقیت داریم تلاش میکنیم یا اینکه نه فقط نشستیم چون میگن چون به قول معروف میگن چی؟ کوهو کندی از روتا اون نه نمیتونه بخونه خب فرزا جا میگفت <تصفح> تئوری بدون اول یعنی علکی هیچ آه. آره آره بعد بریم بعدیش برو دیگه چهارم بگو آه. یه کامنتی که توی اینستاگرام اومده بود برای من جالب بود این که میگه که از حسادت به صورت مثبت استفاده کنیم یعنی اینو میتونیم به عنوان یه سوختی استفاده بکنیم که آدم ها باش پیشرفت بکنن من یه داستانی برای خود من پیش اومد که حالا من اونو میگم برای شما شاید زیاد گفته باشم بعضی هم مثلا خوششون نمیاد که من اینو میگم ولی خب مثلا من میگم شید. من مثلا اولی که اومده بودیم اینجا خب توی وکر آدم های پولدار خیلی زیاد هستن یعنی سرتو میچرخونی ایرانی پولدار می... ایرانی پولدار یا مثلا حتی از بقیه نجات ها هم پولدار زیاد خود اینجایی پولدار نیستن ایران خیلی پولدارن اینجایی پولدار هم زراغ دارم. اگه بدین داستان منه اگه اجازه بدید من داستان, 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 داستان خودمو آره تو واسه طرف ما میفری اشکال نداره تو نمیتونی داستان منو که نمیتونی برام تعریف نه دا من داشتم اطلاعات حاشیه‌ای میدادم خلاصه آدمای پولدار خیلی زیادن تعریف کنم داستان به جای خوده نه بذارم خودم بگم جونم براتون بگه که <تصفح> که اومده بودم و اینکه تو مثلا همیشه به این کنی که خب اینا چرا مثلا یه سری مثلا ماشین خوب دارن و من ندارم چرا اینا دارن تو مثلا یه جای خیلی خوب زندگی میکنن من نمیتونم های خیلی مثلا زیاد دارن <تصفح> و من ندارم و اونم اوایل اینستاگرام بود و این منم خیلی بچه, بچه تر بودم و نمیفهمیدم که اینا داره از کجا نشد میگیره و میشه من از این ناراحت بودم که چرا اونها دارن و من ندارم این چیزا رو ولی خب یه مدت که گذشت و همیشه مثلا من شاید از خانوادم ناراحت بودم که شما چرا همچیزا رو برای من فراهم نمیکنین یکی بگه آسان به اونا چرا ربطی داری؟ داری میخوای خود و بری بگیری چرا مثلا به خانوادت داره ولی خب اون موقع توی بچگی واقعا مثلا شعورم نمیرسید و همیشه از این بابت خیلی ناراحت بودم تا اینکه من مثلا با یه سری از دوستایی آشنا شدم که اونام خیلی آدم های موفق بودن تو زندگیشون خیلی آدم های پولداری بودن ولی همهشون داشتن خیلی تلاش میکردن یعنی حتی به واسطه اینکه پولدار بودن اینطور نبود که نشسته باشن و از اون پول استفاده بکنن آدم هایی بودن که پولدار بودن ولی داشتن تلاش میکردن همشون داشتن دکترا میخوندن و من دیدم که خب اینا به واسطه اینکه پول دارن دارن خیلی هم تلاش میکنن و این یه جورایی زندگی من رو عوض کرد تا یه حد خیلی زیادی که من همیشه الان به این ایمان دارم که اصلا مهم نیست که چقدر پولدار هستی و اگر که پولدار هستی و داری مثلا یه کار خیلی مضاعفی هم انجام میدی و حالا یه کاری داری میشی توی مملکتی یا مثلا شغل خوبی داری یا هر چیزی به واسطه تلاش خودت به نظر من خیلی ارزشمنده که اینو من حتی دیروزم با کارون مورد صحبت کردیم در مورد آخرین پادکستی که مراد هیدن داده بود با چیز با سامان سامان در این مورد صحبت کرد که میگفتش که خب به ما همیشه لیبل اینو میزنن که ما مثلا بچه پول داریم و فلان و اینا ولی خب مثلا مثلا مهراد هیدن یه حرفی برای گفتن داره شاید تو موسیقی و خب کارهای موسیقی هایی که کرده خوبه تا الان حالا من نه شخصا میشناسمش ولی خب کاراشو دنبال زحمت کشیده یعنی آره و این برام خیلی جالب بود که این هم مثلا مقاله که داشتم میخوندم میگفت بعضی از آدم ها به عنوان سوخت از این حسادت استفاده میکنن و سعی میکنن خودشون رو بهتر بکنن و سعی میکنن یاد بگیرن درس بگیرن از بقیه آدم ها و ببینن که اونا چیکار کردن که بتونن خودشون رو بکشن بالا یه کامنتی هم تو اینستاگرام اومده بود که نوشته بودش که مثلا من به دوستم حسادت کردم ولی از این ناراحت نیستم اینو به عنوان یه در برای خودم میبینم به عنوان یه تشویقی بر خودم که بتونم بهش برسم و بتونم تلاش بکنم و به اون قوت برسم, با برسم. با آره. دیگه حسادت نیست اون انگیزه است آقا حالا شاید یه مرز باریک هم بین این دوتا باشه یه تفاوتی باشه که شما یه ویژگی مطلوب یا توی یکی ببینیم ممکنه انگیزه برای تیجات شه که اون مثلا مهارت رو تو هم یاد بگیری یا نه صرفا حسادت کنی و دوست داشته باشی که اون اون ویژگی از دست بده ولی لزوما اینکه ما بتونیم این رو تبدیل به یه چیز مثبت بکنیم اتفاق نمیفته به خاطر اینکه این حسادته که به وجود بیاد لزوما شما به یه چیز خوب حسادت نمیکنید ممکن یه چیز نامطلوبی باشه و صرفا شما رو منحرف کنه چون مثلا تو داری درس میخونی لزومن لخونی... اتفاق نمی‌افته. آره لز... حتماً آها. میگم لزوما این اتفاق نمی‌افته. نمیفته مثلا شما دارید درس میخونید یکی مثلا درس رو زودتر بل داره کار میکنه قاعدتا پول اون از شما بیشتره تو اگه اون موقع بخوای به پول اون حسادت کنی و اصلا بری دنبال پول درآوردن از اون هدف خودت دور شدی که در آینده ممکن بود مثلا بازدهی خیلی بیشتری داشته باشه یعنی لزوما تبدیل به یه چیز مثبت نمیشه این حسادته ممکن اصلا تو رو منحرف کنه از راهی که داری میری و باید میرفتی آخه اون راه هم نمیدونی دیگه شاید واقعا من شخصا به این اعتقاد ندارم که همه باید برن درس بخونن من مثال زدم اصلا نه مسئله درس به مسئله اینه که میگن شما بلند مدت همیشه باید فکر کنی اه. تو کوتاه مدت ممکنه کاری که تو داری میکنی بازدهی مناسب نداره مثال میزنم تو داری کار میکنی شرکت خودت رو زدی استارت زدی داری بره. کار میکنی حقوقت کم شرایطت خیلی سخته دوست تو داره کار میکنه توی شرکت بزرگ اون داره حقوق خوب میگیره همه چی اوکیه تو در کوتاه مد... کنی بریم آره در کوتاه مدت تو قطعا شرایطت از اون بدتره اگه بخوای حسادت کنی مثل اون بشی ممکنه بری کار خودت ول کنی بری توی شرکت دیگه همه چی از دست بدی ولی در بلند مدت که همیشه میگن بلند مدت فکر کنید بلند مدت رو خودتون سرمایه گذاری کنید ممکنه این کاری که شما راه انداختی خیلی بازدهی بهتر از اون داشته باشه درست بود بله ولی خب به کلی فاکتور مختلف بستگی داره اینجوری هم راحت نیست راجع قضاوت کردن بریم بعدی پنجه. پنج آره پنج هم خیلی جالب برای خود من شخصا و فکر نمی کردم همچین ریسپانسی بگیریم توش شالاد میاد چی پاسخی بگیریم اینه که یادمون نره که چقدر چیز داریم همین الان وقتی که به یکی حسادت میکنیم چیز یکی چیز. از چیز مختلف <applause> یکی از جوابایی که اومد به سوالی که من پرسیده بودم که کم هم نبود تدارشون زیاد بود میگفتن که به داشتن پدر مادر داریم حسادت میکنیم که مثلا من دوستام دارن از این مثلا برای من تعریف میکردن که پدرشون چقدر بهشون گیر میدن ولی من آرزو داشتم که پدرم زنده بود و بهم گیر میداد <applause> مثلا به داشتن اقوام مختلف و ما اینو هیچ وقت نباید یادمون بره که خیلی چیزا رو داریم که از ذهنمون رفته و اونا رو زیاد حالا بهشون توجهی نمی کنیم تا موقعی که از دستشون بدیم و اینا رو هیچ وقت از ذهنمون پاک نکنیم چون که اینا میتونه یه در شروع شعف مضاعفی به آدم بده که خب من اگر که فلان فاکتور رو ندارم دارم براش تلاش میکنم ولی خیلی چیزهای دیگر رو دارم سلامتی دارم حالا پدرمادرم هستن یا مثلا یه هوش خوبی دارم یه مثلا وضعیت فیزیکی خوبی دارم یا هزار یه سواد خوبی دارم یا هزار تا چیز مختلف یا حرف آدما رو میفهمم و میتونم با آدما ارتباط مثلا خوبی بر... برقرار بکنم و حواسمون به این باشه که اولش هم گفتیم چیزایی که من وقتی به یه نفر حسودی میکنم یه نفرم داره به من حسودی میکنه یعنی این یه چرخه‌ایه که هیچ وقت تمام نمیشه و همیشه پس ذهنمون داشته باشیم که به اون چیزایی که داریم هم فکر بکنیم که ذهنمون رو عوض میکنه وی اصلا مشکل همیشه همینه آدم عادت میکنه به چیزی که داره و اون چیزی که داره براش خیلی عادی میشه این هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه کجا <تصح> <تصح> میتونه خوب باشه وقتی که شما فرض کن یه اتفاق بدی برات بیفته یه عزیزی رو از دست بدی بد. خب اولش خیلی فشار بهت میاد خیلی شرایط سختیه ولی آدم طراحی شده که عادت کنه به مرور عادت میکنی که اگه نکنی ممکنه مثلا حیاتت به خطر بیفته این قسمت خوبشه قسمت بعدش اینه که همینی که تو میگی ما ممکنه خیلی کیفیت ها تو زندگیمون داشته باشیم که بهشون خیلی توجه نکنیم تازه وقتی اونو میفهمیم که از دستش میدیم مثلا ما از ایران که میخواستیم بیایم اینجا چون هم اصلا وقتی پاسپورت ایرانی داری پروسه اپلای کردن و ویزا گرفتن و نعمل. اجازه تحصیل گرفتن و اینا همه مکافات یه عالمه باید کاغذ پر و اینا خب ما عادت کردیم به این قضیه مثلا ما شرکت که صحبت کردیم کانادایی‌ها که مثلا میخواستن برن آمریکا چون همید. اگه توی مرز مثلا اینا رو نیم ساعت نگه دارن یه دو فرم پر کنن اصلا یه جوری با شکایت میگفتن چون اونا به اون شرایط عادت کردن و اصلا خبر هم ندارن شرایط میتونه خیلی بدتر از این باشه برعکسش برای ما ما اصلا میایم اینجا خیلی اوضاع خوبه که همه چیز منظم و الا احترام نسبی بهت میذارن و اینا ورش هم تو ممکنه مثلا یه عالمه که مثلا رابطه خوبی با پارتنرت داری خیلی حواست نیست خیلی بهش آگاه نیستی چرا مثلا یه مدت ازش گذشته و عادت کردی به این قضیه تا مثلا بخوای بری عوضش کنی یا میری مثلا چهار جای دیگه رابطه دو نفر دیگر رو میبینی ممکنه اونجاها تازه بهت یه تلنگری زده بشه که ببینی که نه اون کیفیت هایی که ما داشتیم خیلی مثلا ناب بوده با ارزش بوده ولی ما بهش آگاه نبودیم درسته گفتم بگم که همه برامون اتفاق میفته عادی میشه عادی یه جا خوبه یه جا آره هر از گاهی بهتره که برگردین نگاه بکنیم ببینیم واقعا کیفیت هایی که ما تو زندگیون داریم چیا هستن و از اونا بتونیم استفاده بکنیم دیگه. آره دیگه ولی همینش هم خیلی راحت نیست دیگه دیگه شما همین امروز از یه کیفیتی که زندگی داره بتونی اپریشیت بکنی بردی دیگه آره اپریش همش لغت خارجی بریز واسه دیگه, دیگه خیلی خودمون اینجا <تصف> بعد ریمایندر رو موبایل پادکست فارسی دارید فارسی حرف بزنید چیه ریمایندر رو بگه <applause> دو هفته یه بار مثلا اکراند لپتاپ یا گوشی نه اونام عادت میکنی به اونا همه چی عادت خلاصه این که بنده عادتیم این چنا نیست دیگه تمام تمام شد آره خلاصه حسادت نکنید اگر حسادت میکنید به صورت مصبتش استفاده کنید آدمیم هممون خیلی شما آها چیز داری؟ نه رو آهن میخواهی رو آره میتونیم کلا رو اپیزود من ماره... باش خیلی خب ام خیلی هم عالی این بود اپیزود ما توی تمام فاز آ نه نزن نزن <تصف> <تصفح> آروم باش <كداره. تصفح> من اینم یه بار دیگه تکرار بکنم که من یه سوی رفتم دمرش ولی الان میگم ما سرورمون رو عوض کردیم از سام کلاود اومدیم یه جای دیگه برای همین این سرور دیگه اینشالله من اسمشون نیمرم فیلتر نیست <applause> امیدوارم که فیلتر نشه هیچ وقت ولی خب الان اگر که بخواین مثلا توی اپ گوگل پادکست توی اپ پادکست اپل توی کست باکس توی یه جا عجیبیه اونا هم بگو اونالا آره اونالا توی, توی تیون ان توی رادیو پابلیک توی تو چین اصلا <applause> یه جاهایی که هیچ کی نمیره چرا؟ تیون مایل ما اون مال تسلا ان آر... آره. ما رو تسلا هم الان هستیم به صورت آره تو ریلی خیلی نجرال روی کره شمالی هم مثلا هستین چقدر عارفم از پادکست کره شمالی هم آره خلاصه خواستم بگم که الان خیلی راحتش باعث شده باشه روی رادیو جوان خیلی راحت‌تر شده که بتونید گوش بدید این مختلف هست دیگه از هر جایی که شما پادکستتون رو میگیرید بر اونجا باشه و اگر که مشکل داشتین ما با بگید ما با یه دونه چیزی گذاشتیم یه نظر سنجی گذاشتیم که ببینیم هنوز فیلتر یا نه خیلی با ما گفتن که روی همراه اولو اینترنت های خونه و چیزهایی که بوده مشکل نداشتن کسایی که ما گفته بودن مشکل دارن نگفتن کجا فیلتره <applause> ولی من اینو شدم که خیلی بهتر شده و الان خیلی میتونم پادکست ها رو گوش بدم بدون فیلترینگ فرد میزنی میاد بالا و اگرم سوالی داشتید به روی تلگرام و جای دیگه ما هستیم درست بریم خیلی خوب خیلی خوب دست شما درد نکنه ما این اپیزود سر هفته سه بود ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و جاهای دیگه یوتیوب ما میریم و پنج شنبه با اپیزود کارون برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ